درست. خب بسم الله الرحمن الرحیم، بریم سراغ درس امروز. خود روز گذشته نحوه ایجاد کردن به حساب صفحه در پروگرام عدد تساوی صحبت کردیم که صفحه جدید چی رقم باز میشه و نحوه ایجاد کردن لیبل ها رو سرش صحبت کردیم. خب در مورد دستور آفست البته بعدا باز به صورت مکمل به حساب میخونیم چی رقم به حساب استفاده میشه. خب اما اشاره که به حساب روز گذشته کردیم در قسمت به حساب چی بود؟ لیبل ها بود. زمانی که به حساب ما یک دست لیبل جدید میخواستیم به حساب ایجاد کنیم، گفتیم میایم از منوی بیسی که دستور چی استفاده میکنیم؟ دستور لیبل. بعد از اینکه دستور لیبل فعال میساختیم، در اینی قسمت در قسمت بالا یکی درا داشتیم و یکی دیگه چی داشتیم؟ پیپلاین داشتیم در قسمت اوپشن بار که از درا گفتیم توسط یک پنسل هر جایی که به حساب ترسیم کنی لیبل جدید می رقم ترسیم میشه، مثل از اینکه یک خط شما در پروگرام اتوکد ترسیم میکنه. و اگر بین از پیکلاین استفاده کنین با دو صورت باید از چی استفاده کنین؟ آفستش استفاده کنین. پیکلاین زمانی که شما فعال میکنین مین در قسمت آفست برش قیمت میتین. قیمت آفست چی است؟ یعنی اون قیمتی که میخواین که به مو اندازه یک لیبل جدید چی شوه؟ آفست شوه یا یک کپی به حساب ایجاد شوه. مثل عزیز که از روی لیول پایینی من یک کپی میگیرم به طرف بالا یا به طرف پایین، پس باید در قسمت آفست برای چی بتم؟ قیمت. به طور مثال قیمت چه میتم؟ چقدر؟ 3000. درست؟ واحد من میلیمتر است. اینال زمانی که در روی لیول پایینی قرار میگیرم، پس به این معنی است که زمانی که شما از پیکلاین استفاده میکنین حتما باید در روی صفحه یک خط بنان خط راهنما باید داشته باشین که در اینجا خط راهنمای ما در واقع چی است؟ انمی لیول ما است. یعنی حتما باید انمی لیول باشه که ما در روی از این لیول قرار بگیرم تا که موقعیت آفست بر ما چی شود؟ تعیین شود. اگر چیز در روی صفحه نباشه، به طور مثال لیول 1 لیول 2 به حساب وجود نداشته باشه، ما نمیتونم از طریق پیکلاین لیول جدید چی کنم؟ ایجاد کنم. چرا؟ بخاطر خوب چیزی نیست. مثل از اینکه در این قسمت ها ببینیم ما چقدر کلیک کنم به فایده است. اما وقتی که بیم در روی لیول قرار بگیرم، بر ما موقعیت جدید لیول جدید بر ما چی میکنه؟ نشان میده که فعلا در کجاست؟ در این قسمت. و اینا گفتیم اگر ماوس رو به طرف پایین حرکت بتین، باز اون موقعیت به طرف چی میاره؟ پایین میاره. اگر بالا برین به طرف بالا، پایین به طرف پایین. صحیح شد؟ آفست به می اندازه. شارکت به حساب اوقدر نداره. پروگرام روید روز گذاشتم بر شما گفتیم به اون اندازه که شارکت در پروگرام متکت است در اینجا نیست. از همون خاطر به حساب تعداد شارکت هایش چون بسیار محدود است اوقدر به حساب استفاده نمیشه. مستقیم از این خود دستور میتونید استفاده کنید. صحیح شد؟ پیکلاین. اینجا خب به حساب آفست ما اصلا فعال نساختیم. از این آفست اصلا استفاده نکردیم. ما از چی استفاده کردیم؟ از خود پیکلاین استفاده کردیم. پیکلاین فعال کردیم و بعد از اومدیم در این قسمت آفست برش چی دادیم؟ قیمت. اینا رو کلیک میکنم لیول جدید. به نمی ترتیب باز این حالت است دیگه. مثلا می آفست بازور گفتم ان شاء الله بعد جایی که به حساب رسیدیم با سر از باز مفصل صحبت میکنیم. فعلا ما از خود پیکلاین استفاده کردیم. از پیکلاین به حساب دستور آفست فعال ساختیم. یعنی تحت دستور پیکلاین اومدیم آفست چی کردیم؟ استفاده کردیم. مستقیم خود دستور آفست که در این قسمت بالا سیر فعال نساختیم. درست شد؟ از چی اومدیم استفاده کردیم؟ از خود دستور لیول و در اینجا پیکلاین فعال ساختیم و در اینجا برش چی دادیم؟ آفست دادیم. درست شد؟ باز رو بعدا صحبت میکنیم. خب در اینجا میم لیول های ما جور میکنم. ارتفاع دیگه ایشان میتونم مثلا میگم ارتفاعش باشه 3000، ارتفاع دیگه ایشان مثلا 4000. به نمی ترتیب به حساب لیول ها را روز گذشته به حساب سرش چی کردیم؟ صحبت کردیم. خب 3000 نه چند باید شوه؟ 6000 و این تا به نمی ترتیب به حساب لیول ها را ایجاد کردیم. درست؟ خب لیول ها را اگر چیزایی که ضرورت نداریم میتونی انتخاب کنی، از دلت روی صفحه هم که استفاده کنی میتونی لیول چی کنی؟ دلت کنی. به خاطر دلت کردن چند روش وجود داره. اگر ما بین در خود الیویشن مثلا انمی لیول ایجاد کنیم، ما لیول ضرورت نداره، میخوایم پس دوباره چی شوه؟ پاک شوه. اگر ما اینا رو به حساب سلکت کنم، مثلا این دو تا رو به ضرورت نداریم یا یکی شبه حساب میخوایم دلت کنم، هر کدوم شکی میخوایم، اگر انتخابش کردین از روی به حساب صفحه کلید کلید دلت زدی و بعد از روی چی گفتی؟ اوکی گفتی. انمی لیول هم از قسمت الیویشن حذف میشه و هم از قسمت چی؟ پروژکت براوزر. پروژکت براوزر این به نام پروژکت براوزر دیگه جواب بده. صحیح شد؟ از هر دو قسمت نام امی لیول حذف میشه. به این معنی است که انمی لیول بخی دیگه چی میشه؟ از بین میره. صحیح شد؟ از بین میره. خب گفتم به این معنی است که اگر شما در الیویشن یک لیول رو دلیت کنی، به این معنی است که اونم لیول بخی از بین میبری. یعنی چیز از اون لیول دیگه باقی نمیمونه. اما اگه اومدین یک لیول مثلا این لیول 4، در اینجام لیول 4 دارم، در اینجام دارم،
اگر ما بریم در اینجا در روی لیول 4، خب یک چند روش با خاطر دلت کردن وجود داره. روش اول گفتم خودش انتخاب میکنی، از دلت چی استفاده میکنی؟ صفحه کلید. یک روش. روش دیگه انتخابش میکنی، در روش کلیک سمت راست میزنی و در اینجا چی داری؟ دلت. سر دلت کلیک میکنی، باز عین حالت است، مثل اونم دلت چی است؟ صفحه کلید است. این دو روش به خاطر چی؟ به خاطر پاک کردن یک لیول. اینال روش سومش چی است؟ می در قسمت پروژه براوزر در اینجا هر لیول را که میخوای دلت کنی، اونمون رو نامش انتخاب میکنی، یا از اینجا به حساب دلت میکنی از روی صفحه کلید، و یا در روش کلیک سمت راست میزنی و بعد از اون از این قسمت پایین برش چی میگی؟ دلت میگی. فقط یک تفاوت داره این دو تا دلت با هم دیگه. چی تفاوت داره؟ زمانی که در قسمت الیویشن شما یک لیول به حساب دلت میکنی، چی از صفحه کلید باشه چی کلیک سمت راست بزنی، کلا اونم لیول چی میشه؟ از بین میره. اما زمانی که از پروژه براوزر سر نامش میای به حساب کلیک میکنی، نامش به حساب دلت میکنی، فقط نامش از بین میره، خود لیول از بین نمیره. مثل که در اینجا ببینیم لیول 4 ما دلت کردیم، در حالی که لیول 4 در اینجا وجود داره، درست؟ اینا ببینید در قسمت سلینگ پلان هم هست، در اینجا وجود داره این لیول 4. پس به این معنی است که لیول 4 از بین نرفته، فقط نامش ما اومدیم از قسمت چی از بین برده؟ از قسمت فلور پلان، درست شد؟ از قسمت فلور پلان نامش از بین بردیم. و این ترتیب مثلا لیول 3 در قسمت سلینگ پلان دارم، این انتخاب میکنم، از اینجا کلیک سمت راست میزنم و برش چی میگم؟ دلت میگم. اینال ببینید نامش از قسمت سلینگ پلان حذف شد، ولی در اینجا به حساب لیول 3 هنوز هم سر جای خودش موجود است. یعنی لیول 3 از بین نرفته، فقط نامش هم از قسمت پروژه براوزر چی کنه؟ از بین برده. درست شد؟ بله؟ پروژه براوزر؟ نه، پایده چی پایده میکنه؟ خب ببینیم بعض وقتا شما مثلا یک چند لیول اضافه میکنی، پس آن میبینیم مثلا چند تا لیول به حساب زیاد است، میخوای پس دوباره چی کنی؟ دلتش کنی. یا مثلا غلط شده، مثلا این لیول 4 غلط شده است پیش من، ارتفاعش غلط شده، میخوای میری چی کنم؟ دلت کنم. اگر میخوای کلا به حساب انمی لیول از بین ببری، از قسمت الیویشن انتخابش کن، دلتش کن. و این معنی است که کلا اون لیول که به حساب ایجاد کردی، پس کلا اون لیول چی کردم؟ از بین بردم. اما اگر به از این قسمت نامش به حساب سر نامش کلیک کنی، دلت کنی، و این معنی است که نامش از قسمت پروژه براوزر از بین میره. خب فایدهایش به حساب روز گذشته سر لیول ها به حساب مفصل صحبت کردیم، گفتیم بعض وقتا یگان لیول شما ضرورت داری که در فلور باشه اما در سیلینگ نباشه. و طور مثال انمی لیول دوره، ما در فلور به حساب ضرورت دارم بهش، اما در قسمت سیلینگ پلان ضرورت ندارم، پس من چی میکنم؟ از قسمت سیلینگ پلان دلتش میکنم، لیول یکشم دلت میکنم، کلا سیلینگ پلان چی شد؟ از بین رفت. کنترل زد اگر کنید پس دوباره به حساب میاد، کنترل زد اندو اندو میشه، ولی به شرط که به حساب کدام عملی دیگر بعد از او انجام نداده باشه دیگه. کنترل زد باز میتونه پس دوباره چی کنه؟ بیاره. صحیح شد؟ اینی به حساب فایده شد، فایده به حساب ایجاد کردن یک لیول. خب جا؟ پروژکتی را چیز میکنیم، انتخاب میکنیم، دلیت میکنیم، از اینجا خواهی دلیت شد، باز اونجا خود لاین هست دیگه، لیول هست. خب ببینین این رقم برتان بگویم، پروژه براوزر اصلا به خاطر چی بود؟ پروژه براوزر گفتیم نام قسمت های مختلف پروژه در اینجا قرار داره، با دبل کلیک کردن سر هر نام شما رو به اون قسمت پروژه چی میکنه؟ انتقال میده. درست شد؟ پس میتونیم گفته که یک آدرس است. یک آدرس است که به حساب دینمیج چی شده؟ ذخیره شده. اینال وقتی که تو بیایی در قسمت پروژه براوزر نام اون آدرس انتخاب کنی، دلت کنی، به این معنی است که اون آدرس از بین بردی. خود نفر از بین نبودی، نفر سر جایش است. اما خانه که به حساب جور کردی، اون خانه سر جایش است. فقط چی از بین بردی؟ آدرسش از بین بردی. درست شد؟ اما اگه بیایی در خود آدرس خود خانه رو به حساب انتخاب کنی، خود خانه رو به حساب دلت کنی، به این معنی که آدرس هم از بین میره دیگه، اتومات آدرس از بین میره. چرا؟ چون سر آدرس که کلیک کنی، جایی که به حساب خالی صورت خونشان نمیده. واقعیت براتون بگم، مثلا اینی بادپکه، ما برای بادپکه به حساب یک آدرس داریم، صحیح شد؟ یک زمان است میای آدرسش دلت میکنی، بادپکه سر جای خودش است، فقط چی از بین بردی؟ آدرسش از بین بردی. اما اینمی بادپکه را اگر از اتاق خارج کنی، به این معنی که هم بادپکه از بین رفت و هم چی؟ آدرسش از بین رفت. درست شد؟ این تفاوتی به حساب این دو بخش است. این گپ هم میتونه باشه، آدرس ها را کمتر بسازید. اصل چیز سر جای خودش است، یعنی پروژه سر جای خودش است، فقط داده است، یکان چیز به حساب کار میکنی، امو لحظه به ضرورت دادی. مثلا اگه این گفت باشه استاد، باز که پس کوپاس نیاز به اون داری؟ نه خب اینال در شد میتونی آورده، میتونی آورده، یعنی به این معنی نیست که اینجا ما آدرس اگه از بین بردم اینی لیول 3 وقتی که از اینجا ما دلت کردم، به این معنی نیست که اصلا دیگه این لیول 3 رو آورده نتونم، به این معنی نیست.
من نمی لیول سر پس سوار میتونم چی کنم؟ اضافه کنم. این آدرس است که در دست خودتان است. آدرس زیاد میگیری پس سوار کم میشه. ببینیم باز لیار یک مشکل داره. شما لیار که دلت کنی کلا اون چیزی که به حساب داشته وان دلت میشه. اما این دلت نمیشه. این آدرس است. درست شد؟ خب بعدا باز انشالله باز بیشتر به حساب کدش چی میشه ناشنا میشه. خیلی خوب. روز گذشته به حساب سر لیوالا به حساب صحبت کردیم. اینال میریم از منوی بیسیک کار خودش رو میکنیم. اولین منوی که به حساب در اینجاست و دانه دانه به حساب دستورایش کار میکنیم. خب به طور مثال من اینجا آمدیم دو تا لیوال به حساب کار کردیم. لیوال یک لیوال دو. درست شد؟ دیده شد؟ لیول یک و لیول دو دو تا لیول به حساب در اینجا ایجاد کردیم که بر اساس نمی دو تا لیول من میتونم یک تعمیل چی کنم؟ کار کنم. میتونم به حساب تعداد لیول ها رو چند تا دیگه هم اضافه کنم. من در قسمت لیول پیک لاین برای قیمت میتونم قیمت چقدر مثلا قیمت 3000 یک لیول دیگه اضافه میکنم به نام لیول 6 شده. خب نامش رو تغییر میتونم پس دوباره که لیول چند شوه؟ 3. به این ترتیب لیول 3 اولین تغییر نامه که به حساب دادی بعد از اینکه با لیول جدید اضافه کنی خودش اتومات چی میشه؟ با اساس اون آخرین تغییر نام لیول جدید به حساب نام خود به حساب میگیره. یعنی در اینجا که من لیول 3 گفتم اینال لیول دیگری که در اینجا ایجاد کنم 3000 خودش اتومات لیول چند میشه؟ 4 میشه. یعنی با تعقیبش به حساب پس دوباره چی میشه؟ نامگذاری میشه. 3 بود حالا شد چند؟ 4. به طور مثال اگر من میجا لیول 4 رو نگیرم نامش رو بانم مثلا A لیول بعدی میشه چی؟ B بعدیش میشه C. اگر یک بانم بعدیش میشه 2 3 4 همین رقم به اساس حروف و به اساس اعداد چی میشه؟ کم و زیاد میشه. خب همین 4 تا لیول به حساب ایجاد کردم. بعد از اینکه لیول ها رو ایجاد کردم میرم از پایین ترین لیول کار خود چی میکنم؟ شروع میکنم. خب در اینجا کجاست؟ لیول یک. لیول یک فعال میکنم و در اینجا شروع میکنم به کار کردن پلان خود. خب بریم سراغ منوی بیسیک. اولین منویی که در اینجا به حساب سمت چپ در قسمت دیزاین بار داریم به نام منوی به حساب چی است؟ منوی بیسیک است. منوی بیسیک مثل جنرال منو واره میمونه که مهمترین دستورای پروگرام روت از دیگر منوها رفته چی کرده؟ گلچین کرده و در داخل خودش قرار داده. یعنی همون دستورایی که بسیار زیاد ازش چی میشه؟ استفاده میشه. یعنی وقتی که من شما در منوی بیسیک با دستور مثل دستور وال مواجه میشین، با دستور مثل دستور دور، ویندو، کامپوننت، روف، فلور، اینا با این دستورا وقتی که مواجه میشین، این دستورا موقعیت اصلیشون منوی بیسیک نیست. اینا موقعیت اصلیشون در کدام منوست؟ مثلا در منوی مثل منوی مدلینگ است. در مدلینگ هم اگه وال چون ببینین، اونم دستور وال، دور، ویندو اینا رو دارم. بفرمایید. لبت. صحیح شد؟ این دستورات به حساب در اینجا دارم ولی به خاطر که این دستورات بسیار دستورات مهم است از منوی مدلینگ این دستورات رو چی کردن؟ گلچین کردن آمدن به خاطر سهولت کار در کجا قرار دادن؟ در منوی بیسیک قرار دادن. پس فرق نمیکنه چی دستور والا بیایی از منوی مدلینگ اجرا کنی چی از منوی به حساب بیسیک اجرا کنی چی بیایی از این قسمت بالا از این مدلینگ از اینجا اجرا کنی و یا از شارکتش استفاده کنی که WS هیچ فرق با هم دیگه نداره. دستور این دستور است مثل پروگرام اتوکد. یک دستور لاین 3-4 موقعیت داره. از تولبار لاین درام میتونین به حساب فعالش کنین، از شارکتش هم میتونین استفاده کنین، از منوی درام میتونین دستور لاین چی کنین؟ فعال بسازین. پس فرق با هم دیگه نداره. خب میم از منوی بیسیک کار خود چی میکنیم؟ شروع میکنیم. خب اولین دستوری که در منوی بیسیک داریم دستور چی است؟ مودیفای. مودیفای چی است؟ آلات آماده باش در واقع میتونیم گفته. حالتی که به حساب هیچ دستور فعلا در حالت انتخاب نیست و به حساب پروگرام در حالت آماده باش است و هر دستوری که بعد از این به حساب فعال کنی میتونی به حساب از این دستور چی کنی؟ استفاده کنی. و بعد از اینکه به حساب یک دستور شما فعال میکنین به خاطر خارج شدن از اون دستور اومد دستور چی استفاده میکنی؟ مودیفای استفاده میکنی. صحیح شد؟ پس مودیفای به خاطر خارج شدن از یک دستور و به خاطر وارد شدن به دستور دیگه از دستور چی استفاده میکنین؟ مودیفای. شارتکتش چی است؟ اسکیپ. علمی کلید اسکیپ هم در چیز که به حساب بزنین امی مودیفای در اینجا بر شما چی میکنه؟ فعال میسونه. صحیح شد؟ این مودیفای. خب میریم سراغ دستور بعدی. دستور بعدی که در اینجا داریم دستور چی است؟ وال. دستور وال یکی از مهمترین دستورهای به حساب پروگرام روند است و اولین دستور است که کارم به حساب از نمی دستور وال چی میشه؟ شروع میشه. در واقع وقتی که شما یک پروژه رو میخواین کار کنید خب مطمئنا یک پلان هست. پلان کار رو از کجا شروع میکنید؟ شما یک پروژه رو کار میکنید از پلان. اینال پلان کار اولین کاری که به حساب پلان به حساب بخواید ترسیم کنید از کجا شروع میشه؟ ترسیم دیوار هست. اینال در اینجا اولین دستوری که بر شما قرار دادن دستور چی است؟ وال. خب دستور وال از این قسمت فعال میکنه. ببینید در این قسمت اپشن بار یک سری تغییرات اومد. دیدین دیگه نه؟ صحیح شد؟ در قسمت اپشن بار تغییرات اومد.
بر شما گفته بودم که اپشن بار هر دستور که دستور دیگه چی است متفاوت است و تنظیمات هر دستور هم در قسمت اپشن بار بر شما چی میشه؟ فعال میشه. اگر من اینو ببینم در حالت مودیفای دوباره قرار بدم چیز در اینجا وجود نداره، درست شد؟ اما اگر بیم دستور وال از این قسمت فعال بسازم، این قسمت دوباره بر ما چی میشه؟ فعال میشه. تمام تنظیمات که مربوط به دستور چی است؟ وال. کدام؟ خب این به خاطر چی است؟ به خاطر به حساب سلکت کردن. مسئله سلکشن که به حساب وقتی شما پرس میگیرین کلید ماوس را وقتی کش میکنین چند تا آبجکت به حساب وقتی در داخل سلکشن قرار بگیره کلش به صورت همزمان چی میکنه؟ سلکت میکنه. این به خاطر همین مسئله است. این بستگی به چی داره؟ به مسئله سلکشن. با سلکشن هم اینال براتون میگم که انواع و اقسام به حساب سلکشن در پروگرام روید با چی ترتیب است؟ باز در خود دستور وال با صحبت میکنیم سرش. خب بریم سراغ دستور وال و تنظیماتی که در قسمت اپشن بارش قرار داره. خب از قسمت سمت چپ کار خودش رو میکنیم. در قسمت سمت چپ خود پروگرام روید یک لیست از انواع و اقسام دیوارا رو بر ما قرار داده که برای فعلا که شروع به حساب کار است و هنوز ما به حساب درس متریال به حساب نخوندیم و هنوز به حساب یاد نداریم که خود ما به حساب یک دیوار بدل خواهی خود چی کنیم؟ ادیت کنیم. مجبور هستیم از این لیست که خود پروگرام روید در اختیار ما قرار داده از این لیست چی کنیم؟ استفاده کنیم. این لیست که پروگرام در اختیار ما قرار داده لیست از انواع و اقسام دیوار است که با زخامت های مختلف و مواد مختلف به حساب قرار داره. یعنی غیر از اینکه به حساب زخامت هاشون از هم دیگه متفاوت است، نوعیت موادشون هم از هم دیگه چی است؟ متفاوت است. یکیش مثلا دیوار کنکریتی است، یکی دیگه مثلا دیوار مثلا خشتی است، یکی دیگه دیوار است که متریال نداره فقط زخامتش به حساب متفاوت است. انواع و اقسام دیوار است که از هر کدامش خواسته باشیم میتونید چی کنید؟ استفاده کنید. باز بعدم که انشالله درس متریال رسیدیم، متریال که به حساب خواندیم، باز شما خودتان میتونید یک دیوار بدلخواه خودتان چی کنید؟ متریال بدین. یک دیوار بدلخواه خودتان میتونید ایجاد کنین و تنظیمش کنین. زخامتش خودتان میتونین تنظیم کنین، اقشارش خودتان میتونین تنظیم کنین و قشر هر قشرش هم موادش میتونین چی کنین؟ تنظیم کنین. ولی فعلا که درس متریال نخونیم و درس متریال هم فعلا بسیار زود است، اگه او رو بگیم بسیار مشکل میشه. برای فعلا از این میل لیست که پروگرام در اختیار ما قرار داد از این میل لیست چی میکنم؟ استفاده میکنم. خب به طور مثال من میام از یک نوع دیوار انتخاب میکنم، مثلا جنریک 300 میلی متر. یک نوعیت دیوار بر خود چی کردم؟ تعیین کردم. نوعیت دیوار مشخص شد. میایم در قسمت سمت راست. قسمت سمت راست چی داریم؟ element properties هست که properties یا تنظیمات علمی دستور در اینجا به حساب به شکل گسترده تر و به شکل به حساب پیشرفته ترش وجود داره. باز انشالله سر این مسئله در قسمت material که رسیم باز بیشتر سرش چی میکنیم؟ صحبت میکنیم. میایم در قسمت بعدی. بعد از او چی داریم؟ درا داریم، پیک لاین داریم و پیک فیس. سه گزینه که از علمی سه گزینه به خاطر ترسیم کردن دیوار شما چی میکنیم؟ استفاده میکنیم. خب درا و پیک لاین قبلا که آشنا شدیم در دستور لیبل که وقتی که به حساب یک لیول ایجاد میکنیم چی رقم به حساب از این دو دستور چی میکنیم استفاده میکنیم. در اینجا معین حالت است. اگر من درا را فعال کنم یک پنسل در اینجا در این صفحه بر من قرار داره، در جایی که ترسیم کنم یک دونه دیوارم بر من چی میکنه؟ ترسیم میکنه. میبینید به این ترتیب، یعنی کلیک بعدی، کلیک بعدی، 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 یعنی می رقم به حساب دیوار بر من چی میشه؟ ترسیم میشه. این چی بود؟ درا. درست شد؟ بعد از چی دارم؟ پیک لاین دارم. پیک لاین اگر خواستین استفاده کنین، باز در زمان که از پیک لاین استفاده میکنین حتما باید یک خط به عنوان خط راهنما در این صفحه موجود باشه که بر اساس اونمون خط شما از پیک لاین بتونین چی کنین؟ استفاده کنین. معمولا از پیک لاین زمان استفاده میشه که یا بخواین که به حساب یک دیوار آفست کنین یا یک پلان رفتی در پروگرام اتوکد کار کردی، از پروگرام اتوکد پلان امپورت میکنید در پروگرام روید، وقتی که امپورت کنید در اونجا موقعیت دیوار توسط خطوط چی شده؟ مشخص شده دیگه، یعنی خط موجود است. به اساس اونمو خط سر خط کلیک میکنید، در روی اونمو خط بر شما یک دونه دیوار چی میکنه؟ ترسیم میکنه. پس پیک لاین زمان استفاده میشه که حتما در این صفحه چی؟ یک خط موجود باشه. اگر در این صفحه هیچ چیز وجود نداشته باشه، صفحه کاملا خالی باشه، از پیک لاین دیگه استفاده کرده نمیتونید. اینال ببینیم من پیک لاین فعال کردم، در کجا کلیک کنم؟ در این صفحه چقدر کلیک کنم برام دیوار ایجاد نمیشه. اما به طور مثال آمدیم یک پروژه را از پروگرام اتوکد امپورت کنیم، مثلا این خط چی است؟ خط دیوار است که از پروگرام اتوکد امپورت شده. اینال وقتی که بین دستور وال فعال کنم از پیک لاین استفاده کنم، سر اینمی خط وقتی کلیک کنم یک دونه دیوار را برام در اونم خط چی میکنه؟ ایجاد. صحیح شد؟ پس پیک لاین زمان استفاده میشه که حتما یک دونه خط اینجا موجود باشه، یا زمانی که به حساب میخواین یک دونه دیوار نسبت به یک دیوار دیگه چی کنین؟ آفست کنین. بازم از چی استفاده میکنین؟ پیک لاین. پیک لاین فعال میکنی و یه قسمت آفست برش قیمت میدی و بعد از اون میتونی چی کنی؟ آفست کنی. اونم رقم که لیول ما چی میکنه؟ آفست میکنه. خب دیگه چی داریم؟ پیک فیس. پیک فیس در کجا استفاده میشه؟ پیک فیس به اساس شکلای فضایی کار میده. بعض وقتا شما ضرورت پیدا میکنین که یک دیوار به حساب داشته باشین که نمی دیوارتون یک شکل خاص داشته باشه، مثلا دیوار کج باشه.
دیوار باشه که به شکل منحنی باشه. به طور مثال مثلا گنبد مسجد، گنبد مسجد خودش به حساب دیوار شکل چی داره؟ شکل به حساب فضایی داره. اینال دیوار را شما نمیتونی به حساب اینجا دیوار را وقتی در اینجا ترسیم میکنی کاملا به شکل مستقیم است، کاملا عمود است. در اونجا پس نمیتونی دیگه دیوار برش چی بیتی؟ قوس بیتی. اینال وقتی که دیوار برش قوس داده نمیتونی، باید چی کنی؟ یک قالب برش جور کنی. قالب از طریق چی جور میشه؟ از طریق مس یا شکلای فضایی. باز انشاءالله در دستور گنبد که رسیدیم سرش چی میکنیم؟ مفصل صحبت میکنیم چی رقم به حساب یک قالب به حساب گنبد جور میشه. قالب گنبد که جور کردیم باز مثل از اینکه یک قالب، در این قالب چی رقم مواد به حساب ریخت میشه؟ درش میه قرار میگیره، هر رقم که قالب باشه اون رقم دیوار هم بر شما چی میشه؟ ایجاد میشه. در اونجا باز از چی استفاده میکنیم؟ پیک فیس استفاده میکنیم. چرا؟ چون گنبد خود از این چی است؟ یک سطح است. در این اونمو سطح از اینکه وقتی که کلیک کنید به اساس اونمو سطح به حساب قالبتان یک دونه دیوار بر شما چی میکنه؟ ایجاد میکنه. پس پیک فیس هم فعلا ازش استفاده کردن نمیتونیم. خب چیزی که از اینجا به درد ما میخوره استفاده میکنیم اونمو چی است؟ درا. فقط درا را فعال میکنیم و شروع میکنیم به ترسیم کردن. خب پیش میریم. بعد از اون چی داریم؟ هایت یا ارتفاع به حساب چی را داریم؟ دیوار را داریم. تمام عناصر پروگرام روت میتونیم به دو کاتگوری عمده تقسیم کنیم. کاتگوری اول عناصر است که به خاطر تعیین موقعیتشان در این فضا از شما فقط یک قیمت میخواهد. مثل چی؟ مثل دروازه، کلکین، فرنیچر، میز، چوکی، فرش، روف، سیلینگ. اینا هر کدومشون وقتی که به حساب موقعیتش میخواهی که در این فضا به حساب مشخص کنی از شما فقط یک قیمت میخواهد. مثلا وقتی که میز برش موقعیت میتی، این میز که برش بگویی که برو در سطح منزل دوم قرار بگیری اونم یک موقعیت است. درست شد؟ در موجه قرار میگیره. باد پکه یک موقعیت از شما میخواهد. در این چی؟ در این چوکی مثلا قرار میگیری. فرش مثلا میگی در این سطح منزل اول قرار بگیری، در این سطح منزل دو قرار بگیری، در این سطح منزل سه قرار بگیری. کلش چی است؟ یک قیمت است. صحیح شد؟ اینا شد عناصر ده قیمته. کاتگوری دوم عناصر است که به خاطر تعیین موقعیتش در این فضا از شما دو موقعیت میخواهد. موقعیت شروع و موقعیت چی؟ خط. دیوار هم جز اونمو عناصر است. چرا؟ به خاطر که یک ارتفاع شروع داره، یک ارتفاع ختم داره. شما یک دیوار وقتی که ترسیم میکنین، پلان شکل ترسیم میکنین، خب پلان به حساب خط و نیمی خطی که ما اینجا ترسیم میکنیم، طول دیوار به حساب چی میشه؟ مشخص میشه. یعنی طول دیوار هر چقدر بخواید مشخص شد. اینا لازمه چی میخواد؟ ارتفاع خود میخواد. اینمی دیوار از خود چی داره؟ ارتفاع داره. از کجا شروع شده؟ در کجا ختم شده؟ پس شد چند موقعیت؟ دو موقعیت. پس شد عناصر دو قیمته. عناصر دو قیمته چند چیز است؟ چهار چیز. دیوار، کالم، کالم اون وقتی که به حساب تعیین میکنین از شما دو موقعیت میخواد. زینه، رام. اینی چهار عنصر به حساب در پروگرام روید به خاطر تعیین موقعیتش از شما دو موقعیت میخواه. متباقی تمام عناصر از شما چند قیمت میخواه؟ یک قیمت میخواه. اینا عناصر دو قیمت رو وقتی که میخواین به حساب دو قیمت برش مشخص کنید، چی رقم مشخص میکنید؟ زمانی که شما میان در روی لیول ها قرار میگیرید، فعلا ما در کدام لیول هستم؟ لیول یک. پس چی شد؟ اساس کار ما اینمی لیول یک است. یعنی هر چیزی که به حساب کار کنم مستقیم میره در کجا قرار میگیره؟ در روی لیول یک قرار میگیره. در روی لیول دو یا لیول سه یا لیول چهار دیگه قرار نمیگیره. اینا امیجا اگه ما به طور مثال یک دونه بیایم میز به حساب جابجا کنم، میز اتومات میره در روی لیول یک قرار میگیره. از ما دیگه پرسان نمیکنه که ما در کجا قرار بگیرم، چون ما در روی لیول یک هستم، خودش هم اتومات میره در روی لیول یک چی میشه؟ نصب میشه. ایناله وقتی که به حساب عناصر دو قیمته را کار میکنین، عناصر دو قیمته از شما گفتیم دو تا قیمت میخواد. قیمت اساس، قیمت چی؟ ختم. یا اساس انجام، شروع انجام. اینا قیمت شروع خود به اساس اونمو لیول میگیره، قیمت ختم خود از کجا میگیره؟ از این هایت یا ارتفاعی که در اینجا داره. بعد چی شد؟ زمانی که به حساب دستور وال ما در اینجا استفاده میکنم، در این لیول یک هستم و در اینجا یک دیوار ترسیم میکنم، ارتفاع دیوار شروعش از کدام لیول است؟ لیول یک. چرا؟ خب من در این لیول یک هستم دیگه. وقتی که در این لیول یک هم باشم، دیوارم از روی لیول یک شروع میشه. اگر ما برم به طور مثال در روی لیول دو قرار بگیرم، در اینجا دستور وال فعال کنم و یک دیوار ترسیم کنم، دیوار ما دیگه از روی لیول یک شروع نمیشه. از کجا شروع میشه؟ لیول دو شروع میشه. وقتی که در لیول 3 باشی از لیول 3 شروع میشه. لیول 4 باشی از لیول 4 شروع میشه. اگر در لیول تاکاو باشی از لیول تاکاو شروع میشه. درست شد؟ پس قیمت شروع را از اینجا گرفت. از کجا؟ از روی لیول که درش قرار داری، لیول 1. قیمت ختم خود از کجا میگیره؟ از این هایت یا ارتفاعی که در اینجا داره. فعلا ارتفاعش چقدر؟ آن کانکت گرفته و در اینجا به حساب قیمت داده برش چقدر؟ 8 متر. یعنی انمی دیوار ما از روی لیول 1 که شروع میشه به ارتفاع چقدر؟ 8 متر. اینال ارتفاعش میتونی کم و زیاد کنی. در سر 8 متر کلیک کن، برش بگو مثلا 3 متر، 4 متر، 5 متر، 1 متر، 2 متر. بر ارتفاعی که میخوای میتونی دیجی برش چی بیتی؟ قیمت بیتی. هم میتونی به اساس قیمت ارتفاع دیوار به حساب تعیین کنی و هم میتونی به اساس لیولا تنظیم کنی. خب ما رفتیم به حساب اول کار پروژه ما به حساب ارتفاعات منزل ما به حساب تعیین کردیم، ارتفاع مثلا لیول 1، ارتفاع منزل اول،
لیول 2 ارتفاع منزل 2، لیول 3 ارتفاع منزل 3، یعنی میرکم به طرف بالا. وقتی که به حساب لیول ها را شما تنظیم کردین، دیگه ضرورت نداری به اساس قیمت کار کنی. به اساس چی کار میکنی؟ به اساس لیول. مثلا به اساس لیول اگه بخوای کار کنی، می در قسمت هایت یا ارتفاعش اینی فلشک که در اینجا سرازی کلیک کن، تمام لیول هایی که در روی به حساب الیویشن شما ایجاد کردین در اینجا بر شما چی میشه؟ لس میشه. خب اینمی دیوار، من میگم از روی لیول یک شروع شده، در کجا ختم شده؟ لیول دو، لیول سه، لیول چهار. هر لیول را که برش تعیین کنی تا اونمو ارتفاع دیوارتان چی میشه؟ ارتفاعش به حساب بلند میشه. درست شد؟ این حالا آمدیم به اساس چی کار کردیم؟ به اساس لیول. من برش تعیین کردم اینمی دیوار را که میگم در اینجا من ترسیم میکنم، از لیول یک شروع شده، در لیول دو هم چی شده؟ ختم شده. اینال دیوار که در اینجا ترسیم کنم خودش اتومات از لیول یک شروع میشه، دقیق در لیول دو هم چی میشه؟ ختم میشه. درست شد؟ پس این شد ارتفاع دیوار. نه، این فکس از این سطح لیول تا سطح لیول است. بازو سلاب اینا رو باز براتون میگم که چی رقم به حساب ارتفاعش باید شما چی کنه؟ کم و زیاد بسازید. صحیح شد؟ فعلا وقتی که ما میگیم از لیول یک شروع شد، یعنی دقیق از سطح صفری لیول یک شروع میشه. وقتی که میگم در لیول دو ختم شد، دقیق در سطح لیول دو هم چی میشه؟ ختم میشه. نه یک میلی بالا، نه یک میلی پایین، دقیق در سطح لیول دو چی میشه؟ ختم میشه. اگه نه رو باز ارتفاعش استاد نظر رو میگه من نگیریم رو بگیریم که 2800 نشه اون به حساب سلب باز میتونی به حساب رو در نظر بگیریم، ولی باز رای علای آسان تر است که باز رو با سرش صحبت میکنیم. خب صحیح شد؟ پس از این قسمت هم ارتفاع دیوار رو چی کردیم؟ تعیین کردیم. خب پیش میریم. بعد از اون چی داریم؟ لوک لاین. لوک لاین چی میکنم؟ موقعیت پنسل بر شما مشخص میکنم. ببینیم وقتی که دیوار رو من اینجا ترسیم میکنم، مثل پروگرام اتوکد وار نیست. شما در پروگرام اتوکد یک دانه خط ترسیم میکنی، یک خط دیگر رو به فاصله مشخص با اون ضخامت دیوار که ضرورت داری، مثلا 35 سانتی دیوار ضرورت داری، 35 سانتی فاصله میتی براش، یک دیوار خط دیگر چی میکنی؟ آفست میکنی که شبه چی؟ دو تا خط که یک دیوار رو تشکیل بده. اما در پروگرام روید شما با خط دیگه سر کار نداریم. با چی سر کار داریم؟ مستقیم با احجام سر کار داریم. یعنی وقتی که ما میگیم دستور وال، دستور وال یعنی وال است، از خود ضخامت داره، از خود طول داره و از خود چی داره؟ ارتفاع داره. قبلا چی وال انتخاب کردیم؟ زمان که آمدیم در اینجا جنریک 300 میلیمتر انتخاب کردیم، به این معنی است که ضخامت دیوار ما چقدر؟ 30 سانتی، 300 میلیمتر یا 30 سانتی، یعنی ضخامت دیوار ما است. این حالا وقتی که در اینجا دیوار رو ترسیم میکنم، ببینید دیوار رو به شکل دو خطه برام ترسیم میکنم، دو خطه که فاصله بینشان چقدر؟ 30 سانتی. این حالا لوک لاین چی است؟ موقعیت پنسل مشخص میکنم. موقعیت پنسل همیشه که خط آبی نشان داده میشه، خط نقطه چین آبی. ببینید این قسمت وسط نشان داده شده. درست شد؟ این حالا گزینه لوک لاین اگه ببینید در پیشوری از این گزینه چی فعال است؟ وال سنتر لاین فعال است. وقتی گزینه وال سنتر لاین فعال باشه، به این معنی است که خط به حساب ترسیم ما به حساب در کجا قرار بگیره؟ در وسط، در وسط یا سنتر به حساب دیوار قرار بگیره. از همون خاطر به حساب در اینجا قرار گرفته. درست شد؟ میایم این طرف و این طرف. خب در قسمت لوک لاین وقتی کلیک کنم، گزینه‌های مختلف در اینجا وجود داره. مثلا کورفیس انتریر وقتی کلیک بگیرم، ببینیم موقعیت دیوار چی میشه، موقعیت ترسیم امی خط دیوار چی تغییر کرد، رفت به طرف بالا، از وسط انتقال پیدا کرد در خط بیرونی. درست شد؟ اگر بیم مثلا گزینه چی رو بگیرم، انتریر شو بگیرم، می به طرف داخل، ببینیم موقعیتش نشون میده، اینی خطی که ادامه داره. درست شد؟ خب اینا چی به درد میخورن؟ شاید به حساب سوال مطرح شد، چرا به حساب همین گزینه رو قرار دادن؟ چرا باید به حساب همین لوک لاین ما چی کنیم؟ جابجا بسازیم. چرا باید جابجا بسازیم؟ بعضی وقتا شما میایید از پروگرام اتوکد یک پلان امپورت میکنید در پروگرام روید و میخواهید در اون مو پلانی که از پروگرام اتوکد امپورت کردید دقیقاً دیوارو چی کنیم؟ ترسیم کنید. اینا پلانی که از پروگرام اتوکد امپورت میشه چی رقم است؟ یک خط دارید و یک خط دیگه به فاصله مشخص، فاصله چقدر؟ 300 یا 30 سانتی. اینی به حساب پلان است که از پروگرام اتوکد ما امپورت کردیم. میخوایم دقیقاً بیان در روی انمی دو خط دیوار که از پروگرام اتوکد به حساب امپورت شده، دقیق در روی انمی دو تا خط یک دونه دیوار چی کنم؟ ترسیم کنم. اینال ببینید اگر ما بریم گزینه وال و از این قسمت گزینه وال سنتر لاین فال باشه، خب ما در پروگرام اتوکد خط به نام خط سنتر دیوار خو نداریم. دو تا خط داری، خط به حساب یک طرف و خط طرف دیگه دیوار است. خط سنتر رو کس ترسیم نمیکنه در پروگرام اتوکد. اینال در اینجا وقت خط سنتر وجود نداشته باشه، اگر از روی خط بالایی بگیرم، موقعیت غلط شد، نصف دیوار رفت به طرف بالا. اگر از روی خط پایینی بگیرم، خب بازم غلط است، نصف دیوار آمده به طرف چی؟ پایین. تقریبی هم خونه میتونم گرفته، بخاطر چی؟ بخاطر که دقیق نمه، هر چقدرم به حساب دقت کنم، بازم اگر اسکیل ما به حساب تغییر بدم، مطمئنا به حساب چی است؟
فرق کرده دیگه، به حساب در موقعیت خودش قرار نگرفته. اینال در اینجا از چی استفاده میکنم؟ وقتی که والا فعال کنم میم از این گزینه کورفیس انتریال یا اکسریالش استفاده میکنم، از این استفاده میکنم و به اساس این خط پایینی ترسیم انجام میدم. در این خط پایینی خط به حساب ترسیم دیوار حرکت میتونم. دقیقا دیوار در کجا ترسیم میشه؟ در این اونمون دو خط اگر از پروگرام منطقت امپورت کردیم دقیق در موجه چی میشه؟ ترسیم میشه، درست شد؟ یا موقعیت لوکلاین و فایدهش. باز فواید دیگه هم به حساب داره که در وقت به حساب پروژه کار کردن باز سرش زیادتر صحبت میکنیم. لوکلاین بعد از چی داریم؟ گزینه چین. چین چی میکنه؟ خطای دیوار وقتی دیوار رو به حساب ترسیم میکنیم بندگه دیوار رو وصل میکنه. یعنی وقتی گزینه چین فعال باشه در اینجا من وقتی که دیوار رو ترسیم میکنم این قسمت وقتی که کلیک میکنم ختم دیوار اولی شروع دیوار چی میشه؟ دومی میشه. اینی رقم مثل دستور پولی لاین در پروگرام متکرر یا خود دستور لاین وقتی که استفاده میکنیم. یعنی کلش بندگه چی است؟ وصل است. مثل دانای زنجیر وار بندگه چی میایه؟ وصل میایه. اینا اگه من بیم چی کنم؟ گزینه چین غیر فعال بسازم. یعنی ببینید چین چی شد؟ غیر فعال. وقتی که یک خط دیوار رو بسازم، یک دیوار رو ترسیم میکنم، دیوار اولی رو که ترسیم میکنم وقتی که کلیک کنم نقطه دومه، ببینیم عضلات دستور وال چی شده؟ خطا خورده. یعنی از اون خط دیوار اولی خطا خوردیم. اینال اگه دیوار دیگر در امتداد از این ضرورت داشته باشم مجبور هستم دوباره در اینجا یک کلیک کنم، اینجا یک کلیک. یعنی یک کلیک من چی میشه؟ اضافه به حساب میشه. دالته که چینه چی کنه؟ غیر فعال بسازه. مجبور هستیم به ترسیم هر دیوار دو دفعه به حساب کلیک کنیم. شروع دیوار، ختم دیوار. از کجا شروع شود؟ از کجا ختم شود؟ اما اگه گزینه چین به حساب چی باشه؟ فعال باشه. ختم دیوار اولی، شروع دیوار چی میشه؟ دومی میشه. اینی رقم. دام دیگه چی میه؟ وصل میه. میشه امور تمام. یه رقم. اوقدر به حساب مشکلات هم ایجاد نمیکنه که بگی که مثلا اگه چین فعال باشه برای ما مشکلات. بعض وقتا اگه دیدی که یک دیوار به حساب به صورت توتعی کار داری، وقتی که دیوار به حساب کار کردی در این مرحله در ادامه دیگه دیوار کار نداری، کلید اسکیپ یک دفعه بزن. اگه یک دفعه بزنی اونمو ختم دیوار که به حساب از اونجا شده اونمو رو به حساب از بین میبره، در ادامهش از هر جایی که میخوای یک دیوار دیگر ترسیم کنی. یک دفعه اگه اسکیپ بزنی، اگه باز دو دفعه اسکیپ زدی بیخی از دستور چی؟ از دستور وال خارج میشی. لاین ده از دستور وال پس میشه در حالت چی؟ حالت مودیفای. درست شد؟ این رو پس بفهمین. بعض دستورهای پروگرام ریورت یک دفعه که اسکیپ میزنی به صورت موقت از اونمون دستور خارج میشی و اگر دو دفعه اسکیپ بزنی کامل از اونمون دستور چی میشی؟ خارج میشی. این رو تفاوتایی به حساب وجود داره. خب وال دیگه چی داریم؟ حالتهای مختلف ترسیم به حساب خط یا دیوار داریم. لاین اگر باشه به صورت خط مستقیم است، یعنی دیده تمام دیوارهایی که در اینجا کار کردیم به صورت خط چی بود؟ مستقیم بود. اگر رکتنگل بگیرم به شکل بسته یا چهارزیلی به حساب ترسیم میشه. اگر گزینه ارک بگیرم باید به شکل چی؟ با شکل ارک یا با شکل قوسی یک دانه دیوار میتونم چی کنم؟ ترسیم کنم. یا گزینه‌های دیگه که در اینجا وجود داره، سرکل از پولیگون از هر کدومش خاص میتونیم چی کنیم؟ استفاده کنیم. دیوار با شکل دایره ای، دیوار با شکل چندزیلی از هر کدومش خاص استفاده میکنیم. یا ما از حالت‌های مختلف ترسیم دیوار. خب دیگه چی داریم؟ رزولوشن این صفحه از این حساب بعد از او چی داریم؟ گزینه آفست داریم. خیلی چی رفتم؟ نشان بدیم تا آخر. میره از پایین تو. این رزولوشن صفحه خیلی چیز شده.